حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن همراه ما هستند. جناب هاشمیان، در مصاحبه‌ای که پیشتر با آقای علیرضا نوری‌زاده داشتم، ایشون کمک مالی ایران به جهاد اسلامی رو روزانه 5 میلیون دلار ارزیابی کردن، همینطور رقم بسیار بالاتری که در اختیار حماس قرار گرفته. به بهانه حضور مقامات این گروه در تهران، اجازه بدید منافع جمهوری اسلامی رو در حمایت مالی از این دو گروه با شما به بحث بگیریم. بله، 100% جمهوری اسلامی کمک میکنه و همانند اینکه هر جا شیرینی باشه مگس ها هم اونجا جمع میشن، به محض اینکه یه مقداری از پول مردم ایران که بلوکه شده بود در عراق آزاد شد، یه دفعه دیدیم زیاد نخاله سر از تهران در آورد، دیداری داشت با قالیباف، با احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی دیدار داشت و همینطور با رئیسی، و الان هم آقای اسماعیل هنیه بودو بودو رفته تهران و به این شکل احتمالاً کمک های مالی رو دریافت خواهد کرد و بعدش نتیجه این کمک ها رو ما در منطقه کرانه باختری دیدیم که روز یک شنبه گردان جنین وابسته به جهاد اسلامی حملاتی رو به نیروهای اسرائیلی در طول کرم و در اطراف جنین انجام داد. سپس تندروهای اسرائیل مثل آقای ایتمار بن غفیر و افراد دیمه یا وزیر دارای اسرائیل، اینها هم خواهان ورود به اردوگاه جنین شدند و این دعوایی که الان شکل گرفته رو به وجود آوردن. جناب هاشمیان، در واقع هزینه جمهوری اسلامی برای مقابله با اسرائیل بیشتر از این مبالغ هست. بسیاری از تحریم هایی که اعمال شده، بسیاری از تقابل هایی که جمهوری اسلامی با غرب داره، متأثر از همین تقابل با اسرائیل هست. آورد جمهوری اسلامی اساساً در کل این تقابل چه بوده تا به حال و چقدر این عملکرد منطقی محسوب میشه با توجه به شرایط فعلی؟ تمام این بندوبساتی که جمهوری اسلامی درست کرده همه بر اساس یک نظریه فرضی غلط بنا شده، با اون اینکه درگیری با اسرائیل یا جنگ با اسرائیل، در حالی که اسرائیل با مردم ایران جنگی نداره و ایران، و اگر یک دولت واقعی و منطقی مبتنی بر آراء مردم داشت، هیچ وقت این جهتیابی 44 ساله‌ای که ما نسبت به اسرائیل داشتیم رو نداشتیم و میتونستیم خیلی در زمینهای اقتصادی، تجاری، بازرگانی، علمی و فرهنگی در منطقه سرمایه گذاری کنیم. منتها یک ایدولوژی که بریده از مردم ایران هستش در داخل ایران حاکمه و این ایدولوژی چون که مشروعیتی در داخل ایران نداره، تلاش میکنه مثل آدم های مثل زیاد نخاله، اسماعیل هنیه، حسن نصرالله و امثال اینها را به عنوان خاستگاه مشروعیت خودش قرار بده و این سیاست همینطوری ادامه داده و هزینه های بسیار بسیار سنگینی، میلیاردها دلار خرج شده و نیروهای زیادی تلف شده، آینده نابود شده، ولی هنوز علی خامنه ای بر این سیاست اصرار میکنه. ممنونم از شما، حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب، که از همینجا واشنگتن همراه ما بودید.